کمربند سیاه، مسئولیت پذیری. در نهاد بعضی از مردم خلق مسئولیت پذیری بسیار رشد کرده است، ولی متاسفانه اغلب این خلق در ایشان با سلیقه موسیقایی ناجور توام است. در دیگران زاغه درخشان موسیقی با تصویر ضعیفی از مسئولیت پذیری همراه است. یافتن تعادل کار دشواری است. گفته ای بود از اریک کلاپتون: کسی که در مدت زمان لازم به قدر کافی بکوشد، به هماهنگی تن، روان و روح دست می‌یابد. تن خردمندی شخص را می‌پرورد. ذهن به این خردمندی اعتماد می‌کند و این به روح رخصت می‌دهد که خودش را بیان کند. اجرای چنین نوازنده‌ای مانند جریان آزاد خواهد بود. اندیشیدن و عمل همزمان با هم واقع می شود. برای رسیدن به چنین سطحی در طریقت زندگیتار، باید کاری را که می کنید به خوبی انجام بدهید. اگرچه برای آنکه براستی طریقت را دریابید، این کافی نیست. باید از تمام مرزها بگذرید. شال سیاه را هرگز نمی توان تنها بر اساس تکامل فنی دریافت کرد. در مدرسه ما هیچ تکنیکی از گیتار، حتی تکان دهنده ترین آن هم، کمربند سیاه را به ارمغان نمی آورد. فرض کنیم نوازنده‌ای با سرعتی خارق‌العاده بنوازد، گریم به تمام سبک‌ها مسلط باشد و هنگام نواختن شنوندگان را از هوش ببرد و استادها را در شگفتی بگذارد. حتی چون این نوازنده‌ای هم در مدرسه ما به کمربند سیاه نمی رسد اگر دارای شخصیت لازم نباشد. طریقت زن گیتار از شخص طلب می کند که خودش را به حقیقت وقف کار کند و خلق مسئولیت پذیر داشته باشد. تنها در پی شناخت وامی که دنیا به ما داده و تلاش برای بازپرداخت دست کم بخشی از آن، نغمه ما نظرها را به خودش جلب می کند. زبان ژاپنی در اینجا هم سخنی گفتنی دارد. نینگن، واژه‌ای که معرف موجودیت انسانی است، به ارتباط با دنیای خارج اشاره دارد. این نین یعنی شخصیت و گن یعنی فضا، یعنی ما در صورت یک انسان واقعی یا نینگن هستیم که با دنیای خارجمان مرتبط باشیم. مسئولیت پذیر زیستن یعنی جوابگو بودن نسبت به خود، اعمال و باری که باید تحمل کنید. بسیاری از مردمان امروزی از پذیرفتن این مطلب سرپیچی میکنند. از سهل‌انگاری کودکانه تا بی‌انضباطی دوران جوانی و تا قتل نفس، همه جا میل به گشودن گناه از سر خود و بستن آن به دیگران را مشاهده می‌کنیم و تلاش برای اثبات بیگناهی در عین ارتکاب جرم و گریزپایی را می‌بینیم. میان نوازندگان هم چنین افرادی هستند که تحت عنوان آزادی هنر به لذت از زورگویی و نژادپرستی و بی‌بندوباری جنسی می‌پردازند و بعد هم این رشته اعمال خود را نفی می کنند. بعضی دیگر از رسانه‌ها برای افزایش شهرت خود استفاده می کنند و در همین حال تکذیب می کنند که سرمشق نامناسب نسل جوان واقع شدند. این طریقت زندگی تا نیست. کسانی که می خواهند به کمربند سیاه مدرسه ما برسند، باید دست کم 5 نوع مسئولیت را بپذیرند که به شرح زیر است. مسئولیت نسبت به خود. هنرجو باید بی هیچ فروگذاری تمام نیروهایش را برای رشد توانایی‌هایش به کار بگیرد. مسئولیت نسبت به استعداد خود. هنرجو موظف است محل کاربرد استعدادش را در محیط زندگی پیدا کند و از آن برای خدمت از سر لطف و نه بدخویی استفاده کند. همچنین باید از هدر دادن استعدادش بپرهیزد. مسئولیت نسبت به هنر. با وجود هر شرایط نامساعدی، هنرجو باید به قصد بیان نغمه خودش صادقانه پیش برود. مسئولیت نسبت به شنوندگان. باید به کسانی که با دل روشن برای شنیدن نزد نوازنده آمده اند احترام بگذارد و احساس همبستگی را در خود پرورش بدهد. مسئولیت نسبت به طریقت. نسبت به کسانی که با خلوص در جستجوی طریقت شخصیشانند، باید مانند یک سنسی رفتار کنید و آنچرا به اعتقاد شما درست است
باید به آنها هم تقسیم کنید. زیرا طریقت متعلق به همه است. روگردانی از پذیرفتن هر کدام از این مسئولیت‌ها برابر است با ترک طریقت زن گیتار. خود را از صمیم قلب وقف کار کردن و بذل آهنگ خود به دیگران لزوماً به معنی آن نیست که باید در مقابل جمعیت زیادی به نواختن پرداخت. به شرط برخورداری از روحی راستین میتوان در جنگل به تنهایی نشست و نواخت و این را بذل آهنگ دانست. هر زمان که آهنگ از روح برخیزد و در این حال نوازنده به کلی از فکر مزد و پاداش عملش رها باشد، کارش هم بذل آهنگ است. راه تمرین این توانایی یک جستجوی عمیق در روح است. تا زمانی که رو در روی خواستگاه‌های اصلی زندگیمان، یعنی هرچه باور داریم و گونه رویکردمان به دیگر مردم قرار نگرفته باشیم، نمی‌توانیم خیلی دور برویم. در مدرسه ما پاکترین آهنگ آن نغمه است که از تواضع، گشودگی و سخاوت سرزده باشد. اینجا چنین خصوصیت‌های روحی را همزمان با پرورش فنی انگشتان تمرین می‌دهیم. این تنها روال کار است. به لطف تمرین جدی برای فراگیری فنون تازه به تواضع می‌رسیم. یعنی در می‌یابیم چقدر چیزهاست که نمی‌دانیم. از طریق دانسته‌هایمان به گشودگی می‌رسیم. زیرا در ما میل به دانستن چیزی تازه افزایش می‌یابد و علاقه‌مند می‌شویم که چیزها را از دیدگاه دیگر مردم بسنجیم. وقتی به همراه دیگران می‌نوازیم، سخاوت را می‌آموزیم. زیرا در می‌یابیم چطور توفیق بین همه تقسیم می‌شود و بر سعادت کل گروه افزوده می‌شود. کلید کمربند سیاه در این نیست که به برترین نوازنده مبدل بشویم. آنجاست که به بهترین شخصیت برسیم. سبک زندگی خود را تا سطح هنر ارتقا بدهید که آنگاه این توفیق در اجرای شما منعکس می شود. طریقت زن گیتار این چنین است. در این فصل دروس در سه بخش تقسیم شده است. سر کمربند سیاه. در این قسمت عقل طریقت زن گیتار نسبت به این بخش راه توصیف می شود. اندیشه پردازی، استراتژی و دانشی که در دنبال گرفتن راه به کار می آید. دست های کمربند سیاه مربوط می شود به شرح امور فیزیکی نواختن در این قسمت راه. وضع نشستن، فن انگشتان و حس لامسه تا آنجایی که برای درک زن گیتار لازم است. روح کمربند سیاه درباره روح زن گیتار است در ارتفاع بلند. نحوه رویکرد و سرسپردگی به کار و ادراک آن که از کسانی که به این ارتفاع رسیدند مطالبه می شود. این درس ها به شما می آموزد چه چیزی در مدرسه ما برتری دانسته می شود و چه چیزی بچه امتیاز شناخته نمی شود. خب یه توضیح من خارج از کتاب اینجا بدم دوباره. الان وارد یه موضوعی می خواهیم بشیم. سر کمربند سیاه، دست های کمربند سیاه و روح کمربند سیاه. که هر کدوم از اینا دوباره شامل حدوداً 7-8-10 تا موضوع میشه. توی ویدیو بعدی مثلا میخوام برم کل سر کمربند سیاه رو توضیح بدم که 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 یا 11 تا موضوع. فکر میکنم حدود 40-50 دقیقه بشه ویدیو بعدی، نزدیک 1 ساعت بشه، چون میخوام کل سر کمربند سیاه رو، چون هر موضوعش مثلا یه صفحه و نیمه خیلی کوتاه میشه، همش یه جا دیگه رو هم دیگه میخونم. بعد موضوع بعدی دست های کمربند سیاه رو به همین شکل همشو موضوع رو دونه دونه میچسبونم به هم و یه جا توی ویدیو بلندتر سعی میکنم بخونم که اینطوری هم روند کتاب زودتر پیش بره و تعداد ویدیوها کمتر بشه و دیگه خیلی کانالمون شلوغ نشه. امیدوارم که تا اینجای کتابو لذت برده باشین و استفاده کرده باشین. همونطور که می‌دونیم وارد کمربند سیاه شدیم و تقریبا کتابو نصف کردیم. با این سیستمی که می‌خوام پیش برم فصل‌ها رو بلند بلندتر بخونم، ویدیوهای تقریبا 1 ساعته بشه، دیگه فکر می‌کنم چیزی نمونده و زودتر تموم میشه کتاب و به اون نتیجه که میخوایم ان شاءالله میرسیم. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.